درود بر شما خانم ها آقایان با آخرین بسته خبری امروز در خدمت شما هستیم به کانال آوای ایران خوش آمدید سرخط اخبار این ساعت اخراج فضاحتبار بار خانواده مدیرامل متروی تهران از کانادا بیت رهبری وارد شد ننگی دیگر برای جمهوری اسلامی بیش از نیم میلیون آرای باطله قبل از ادامه برنامه از شما همراهان عزیز میخواهیم که همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو در ارتباط با فعالیت رسانه ای آوای ایران برای ما کامنت کنید. ما همچنان به محبت شما دلگرمیم. اخراج فضاحت بار خانواده مدیرامل متروی تهران از کانادا بیت رهبری وارد شد. مسعود درستی مدیرامل متروی تهران یک روز پس از آنکه سوی دولت کانادا به دلیل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحریم شد به دنبال استعفا از سمت خود است با این وجود دفتر علی خامنه ای با ارسال یک نامه به شهرداری تهران که نهاد برگزیدن مدیرامل مترو است به این نکته اشاره کرده که قبول استفای مسعود درستی خیانت به کشور و همگام شدن با بیگانگان است و از زاکانی خواسته تا این استعفا تا اطلاع ثانوی مورد قبول واقع نشود همزمان سفارت کانادا در یکی از کشورهای همسایه که پرونده مهاجرت خانواده مدیرامل متروی تهران را بررسی می‌کرده با ارسال ایمیل به خانواده مسعود درستی اطلاع داده که با دستور دولت کانادا تمام مراحل گزینش و مصاحبه لغو شده و این افراد جایی در کشور کانادا نخواهند داشت. همچنین یکی از فرزندان مسعود درستی که در حال حاضر با اقامت توریستی در کانادا حضور دارد مجبور به ترک این کشور شده است. وبسایت دیدبان ایران روز یکشنبه 20 اسفند با انتشار این خبر نوشت که درستی با بیان اینکه هر روز موضوع جدیدی در مترو پدیدار میشد در جمع مدیران شهری گفت به صورت کاملا غیرمنتظره موضوع افاف و هجاب وارد معمولیت ها و مسئولیت های شرکت شد او در ادامه گفت مترو هجابان استخدام کرده است اما ما ما خواست در حال پیگیری تا حد التماس برای جذب نیروی متخصص هستیم دولت کانادا روز جمعه 18 اسفند ماه همزمان با 8 مارس و روز جهانی زن اعلام کرد مدیرعامل متروی تهران و یک نماینده مجلس جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در نقض گسترده حقوق زنان و دختران ایران تحریم کرده است بر همین اساس مسعود درستی به دلیل اجرای قانون حجاب اجباری در سیستم حمل و نقل عمومی تحریم شده است بر اساس گزارش سایت دیدبان این تحریم ها در حالی اعلام شده که درستی به دنبال خروج خانوادهش از ایران بود او در همین حال مسئول سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری در متروی تهران را متوجه علیرضا زاکانی شهردار تهران کرده است مدیرعامل متروی تهران در صحبت های روز یکشنبه خود با ناراحتی شدید و با بیان اینکه تهدید به توبیخ و معرفی به دادگاه برای ترک فعل شده است گفت چرا فقط مترو مگر در خیابان فرد بیهجاب وجود داشته باشد شهردار منطقه توبیخ می شود؟ این در حالی است که وزارت خارجه کانادا اعلام کرده مسعود درستی و زهره الهیان از موقعیت های خود برای درخواست یا اجرای اقدامات سرکوبگرانی فزاینده علیه زنان و دختران در ایران استفاده کردند در حالی خبر تحریم های کانادا علیه مسعود درستی و زهره الهیان اعلام شده است که فرمانده قرارگاه بقیت الله سپاه پاسداران در همین روز اعلام کرد فعالیت آمران به معروف نه تنها در متروی تئاتر شهر تهران متوقف نخواهد شد بلکه به سایر اسکاهای مترو نیز گسترش خواهد یافت. وبسایت دیدبان ایران روز یکشنبه در بخش دیگر سخنان مسعود درستی مدیرعامل متروی تهران در مورد وضعیت شبکه متروی پایتخت را منعکس کرده که وضعیت وخیمی را ترسیم کرده است بنابر این گزارش درستی در میان جمعی از مدیران شهری اعلام کرده که هر روز موضوع جدیدی در مترو پدیدار می شود تشکیل یگان حفاظت و چالش‌هایش. ناتوانی در تعمیر اساسی ناوگان کمرمق مترو، فرسودگی ابنیه، انتظارات پرسنل عصبی و خسته و غیره. او افزود که در متروی تهران مشکلات اجرایی ولکن نیست. آتش ایستگاه فرودگاه، آتش زدن واگن خط 5 خرابکاری های جنوب خط یک، مشکلات برگشت پل برقی مشکلات خریدهای خارجی، خروج از ریل قطار در خط تست پایانه صادقیه، حوادث گاه و بیگاه، آتش سوزی ایستگاه شوش، تجمعات گاه و بیگاه پرسنل، شایعات عجیب و غریب و غیره. مسعود درستی روز پنجشنبه 17 اسفند نیز در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایلنا مبنی بر چرایی افزایش اختلال در تردد قطارهای مترو بر اثر بروز خرابی و حوادث گوناگون در هفته های اخیر گفته بود در متروی تهران با ناوگانی مواجه هستیم که بخش زیادی از آن فرسوده و مستحلک شده است و عمر مفید بسیاری از واگن ها رو به اتمام است او در ادامه گفته بود البته بخشی از علت خرابی هایی که بعضن برای قطارهای مترو پیش می آید به طراحی نادرست اولیه آنها باز می گردد فرسودگی و حوادث مکرر متروی تهران در حالی است که برای نمونه متروی دبی از زمان افتتاح در شهریور 1388 تا بهار امسال دو میلیارد مسافر را با دقت زمانی 99.7 درصدی جابجا کرده است. روزانه بیش از 600 هزار نفر در این شهر 3.5 میلیون نفری با مترو تردد می کنند. متروی استانبول نیز با بیش از هزار قطار روزانه حدود 3 میلیون مسافر جابجا جا, جا می کند. در حالی که متروی تهران با یک چهارم تعداد قطارهای متروی استانبول روزانه دومی میلیون مسافر حمل می کند و با تراکم شدید جمعیت در واگن ها مواجه است. ننگی دیگر برای جمهوری اسلامی بیش از نیم میلیون آرای باطله با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هاشی این دو انتخابات همچنان ادامه دارد. درگیری میان جناها و گروه های مختلف حکومتی افزایش یافته و مشارکت پایین مردم مورد بحث است. علی ربیعی معروف به بازجو عباد از شهرهای امنیتی جمهوری اسلامی و از وزرای اصلاح طلب دولت حسن روحانی در مطلبی با عنوان کالبوچ کافی انتخابات در روزنامه اعتماد پیامدهای انتخابات دوازدهم را مورد بررسی قرار داده است. علی ربیعی گفته آرای باطله همواره در انتخابات وجود داشته است تفاوت این دوره با دوره های قبل نسبت رأی باطله با مشارکت و همچنین نسبت رأی باطله با بالاترین آرای کسب شده برای حضور در مجلس است. یعنی در گذشته اگر رأی باطله حتی به همین اندازه هم داشتیم نسبت تعیین کنندگی زیادی با تعداد مشارکت کنندگان نداشت. اما این بار رأی باطله نشان دهنده نوعی نگرش رفتاری رای به شرایط سیاسی است که میزان رأی باطله را قابل تعمل می کند. با محاسباتی از کف آرا در تهران و بیشترین رأی به دست آمده به نظر می رسد بیش از 500 هزار رأی باطله در تهران وجود داشته است. بر اساس ادعای علی ربیعی در باری تعداد آرای باطله تهران آرای باطله پایتخت با رأی نفر نخست برگزیده در تهران هم ترازی دارد. تعداد آرای محمود نبویان به عنوان نفر نخست در شهر تهران 597 هزار رأی بود است. تحلیلگران خارجی معتقدند انتخابات 11 همه اسوند نشان داد عمق استیصال در حکومت مدعی عمق نفوذ به آنجا رسیده که حتی دیگر توان مهندسی سیرک انتخابات را هم ندارد و با همه فشارها به اخشاری چون سربازان و کارمندان قومی کردن سیرک انتخابات در استانهای غربی و شمال غرب باز هم مردم نیامدند همچنین استیصال نظام تا آنجاست که تعداد ناچیز شرکت کنندگان نیز از سوی رهبر و مقامات ارشد حکومت جهاد و مشارکت پرشور خوانده می شود. با این همه همچنان ادهی در جمهوری اسلامی تلاش دارند مشارکت پایین مردم را توجیه کرده یا نادیده بگیرند. روزنامه کیهان چاپ تهران نوشته با نتایج انتخابات و نحوه شمارش آرا و اعلام میزان شرکت کنندگان در رأیگیری باید اعتراف کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی شفافیت و سلامت کم نظیری را به دنیا نشان داد. ثابت شد نظام در شرایطی که به شدت به مشارکت مردم نیاز داشت حتی یک درصد رأی مسلحتی به مجموع آرا و آمارها نمی افزاید. محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران هم مدعی شده که بزرگترین متضرر انتخابات مجلس دوازدهم مردم بودند. رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در ادامه گفته پیام روی کار آمدن این مجلس تندرو به اقتصاد کشور نیز این است که باعث بلا تکلیفی در اقتصاد می شود و این بلا تکلیفی یعنی سرمایه ها به سمت فعالیت های کاذب می رود و وقتی سرمایه ها به سمت فعالیت های کاذب رفت خود به خود موجب کاهش ارزش ریال می شود و در نتیجه در سال آینده شاهد تورم بیشتر خواهیم بود مجددا فقرا فقیرتر خواهند شد آنچنان که الان نرخ دلار نیز به 60 هزار تومان رسیده است هرچند محسن هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی انگشت اتهامش را به سوی مردم دراز کرده اما آنچه جمهوری اسلامی و از جمله اقتصادش را در ماهای آینده متأثر خواهد کرد عدم مشروعیت حکومت است به بیان دیگر عدم مشروعیت در داخل و بنبست در باسازی روابط با غرب جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این بسته خبری تحلیلی از کانال آوای ایران رسیدیم به یاد داشته باشید که تیم خبری ما با تلاشی بیوقفه و 24 ساعته سعی در تهیه بهترین و بروزترین برنامه های خبری برای شما دوستان عزیز رو داره. روز روزگار بر همگی خوش پاینده ایران.